تحلیلگران و گروه های حقوق بشری این سوال را مطرح می کنند که آیا کمک های بزرگ اتحادیه اروپا به لبنان ربطی به خروج اقتصاد این کشور از چاله ای که در آن دارد یا خیر. همکارم در گزارش خود نگاهی به وضعیت اقتصادی لبنان و پناهندگان سوری در این کشور انداخته که با هم آن را می بینیم. لبنان و مردم آن همچنان از یک بحران اقتصادی فلج کننده رنج می‌برند که از سال 2019 گریبان این کشور را گرفته است. ارزش پول ملی این کشور به شدت سقوط کرده. پس‌اندازها هم از نظر نرخ ارز و هم از نظر سپرده‌های واقعی ناپدید شدند، چرا که بانک‌ها اعلام می‌کنند پول نقدی برای آزاد کردن ندارند و مردم بیشتر و بیشتر نگران زنده ماندن هستند. حدود 80% جمعیت لبنان زیر خط فقر و 36% زیر خط فقر شدید هستند و با کمتر از 2.15 دلار در روز زندگی می کنند. آنچه که در این میان تأسف برانگیز و شرم‌آورتر است این است که کمک های مالی اتحادیه اروپا در 3 سال گذشته صرفاً برای کمک به اقتصاد لبنان نبوده، بلکه به گفته اورسولا وندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، آنها بیشتر برای تضمین رفاه جوامع میزبان و پناهندگان سوری هستند و تقریباً 3/4 بسته های حمایتی برای این منظور در نظر گرفته شده تا اتباع سوری و لبنانی از فکر رفتن به سمت اروپا و پناهنده شدن در آن کشورها منصرف شوند. لبنان علاوه بر مشکلات مردم خود، میلیون‌ها پناهنده سوری را نیز در کشور خود پذیرفته است که از جنگ 13 ساله کشورشان گریخته‌اند. از آنجایی که تعداد بیشتری از لبنانی‌ها زندگی خود را به دلیل بحران اقتصادی ویران شده می‌بینند، خصومت با پناهندگان افزایش یافته و این موج با تشویق یک کمپین عمومی و با حمایت جریان اصلی رسانه‌ها و شخصیت‌های دولتی لبنان همراه شده است. در همین راستا تعدادی از پناهندگان سوری در برنامه‌ای که مقام‌های لبنانی آن را بازگشت داوطلبانه می‌نامند به کشور خود بازگشته یا بازگردانده شدند، اما گروه‌های حقوق بشری از اخراج اجباری 13,000 سوری تنها در سال 2023 تحت عنوان خشونت علیه پناهندگان در لبنان خبر دادند. یکی دیگر از مسائل ماندگار در لبنان که این کمک‌ها را کمتر مفید می‌کند این است که فقرای کشور از پولی که وارد کشور می‌شود سودی نمی‌برند و به حال خودشان رها می‌شوند. تصور می‌شود که بسیاری از پول‌هایی که از سال 2011 توسط دولت‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی به عنوان کمک به لبنان ارائه شده به جیب بانکداران، بازرگانان و سیاستمداران فاسد راه پیدا کرده است. اما با این وجود این مسئله مانع از نزدیک شدن اتحادیه اروپا به طبقه حاکم لبنان و اولویت دادن به ملاحظات سیاسی خود نشده است. از سید علی شریف نژاد خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت برای تحلیل در مورد این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای شریف نژاد سلام و عرض ادب. آقای شریف نژاد، با توجه به آشنایی دقیق شما با لبنان بفرمایید به چه دلایلی کشوری که به رفاه و سطح مطلوب زندگی در خاورمیانه و دنیای عرب شهرت داشته اینک 80% مردم آن زیر خط فقر قرار گرفتند و چگونه میتوان دوباره لبنان را به آن روزهای اوج خود رساند؟ بفرمایید. من یه وقت بخیر. ببینید، لبنان مشکلات متعددی داره، مخصوصا بعد از انفجار بندرگاه شماره 13 این مشکلات بیشتر گسترش پیدا کرد. لبنان زمین بازی سه کشور ایران، سعودی و فرانسه است و این کشمکش نقش‌پذیری این کشورها در لبنان باعث شده که لبنان دچار بحران‌های عدیدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بشه. لبنانی که امروز در مورد صحبت میکنیم، این بحران‌های اقتصادی یک بخشش در کشمکش نیروهای نیابتی این سه کشور در این کشور وجود داره. مسئله بعدی عدم وحدت طوائف و گروه‌های سیاسی و اجتماعی در لبنانه که باعث شده که نتوانن لبنان به اون حد حاصل مطلوب در حوزه اقتصادی برسه. امروز لبنانی که با مشکل آب مواجه، با مشکل برق مواجه، با مشکل دارو و نان مواجه، و برای همین این لبنان یک روزی عروس خاورمیانه بود، ولی امروز این عروس خاورمیانه به جهنمگاه خاورمیانه تبدیل شده و اینا یکی از مشکلات عدیدی است که در لبنان وجود دارد.
بله، تشکر میکنم از شما سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستند ساز از بیروت با ما همراه بودند.